تفت پاورچین پاورچین دور شد از کوچه سنجاقک‌ها، دلش از غربت سنجاقک پر بود. همیشه بازی‌های کامپیوتری در دوران بچگی برای ما یه جایگاه و جذابیت ویژه‌ای داشت. اگه یادتون باشه مثلا هواپیمای آتاری، این دست خلبانی‌ها، قارچخور میکرو که میرفت این دودکشا، شورش در خیابان سگا، کمبت. حالا ما خواستیم این بار با مجموعه ایران برزیلته جام جهانی فوتبال فیفا 2014 رو با چهره‌هایی که شما فرمندا کنار هم جمع کنیم، یه مسابقه پر از حاشیه، پر از هیجان و جذاب داشته باشیم. چیزی که به هر حال با یک طرحی که از طرف تهیه کننده برنامه در فروردین سال 1393 رقم خورد، ضبط برنامه در خرداد ماه همون سال، و خلاصه که کلی برنامه‌های فان و هیجان. من چند تا نکته در مورد این مجموعه خدمتتون عرض کنم. بازی پلی استیشن فوتبال رو ما برای شما جام جهانیش رو برگزار کردیم. پس جام جهانی فوتبال رو آوردید توی خونه‌های شما. خب ما دقیقا مثل مسابقات جام جهانی فوتبال قرعه کشی داریم، گروه بندی داریم که بر اساس تیم‌ها و افراده که حالا می‌بینیم توی مجموعه. حتی ما یه سری کارشناس آوردیم مثل کنفیسیوس که حالا در طول این مجموعه خواهید دید. کنفیسیوس یه حرف خوبی میزنه، من قبلش بگم، میگه که اگه گل نخوری گل می‌خوری. یا میگه ما قطره چکونیم، اول میخوریم بعد میچکونیم. بله خدمتتون عرض کنم که ما از شما در واقع یه تقاضا داریم، همون چیزی که همیشه شما دوست داشتین. این اتفاق اولین بار رخ داده. دوست داریم که اگر دیدین این مجموعه رو، این بازی رو لذت بردین، پیشنهاد کنین به همه، چون ما خواستیم در واقع اون فضای شادی که شماها تو خونه هاتون دارین، مثلا چند تا جوون جمع میشیم دور هم و میشینیم همینجوری درازکش بازی میکنیم و کری میخونیم و هیجان داریم، همون اتفاق رو بین هنرمندا، اونایی که شما دوستشون دارین، و فوتبالیست‌ها رقم بزنیم. و در آخر باید خدمتتون عرض کنم که اگر که از کار ما لذت بردین و دوست داشتین، ما رو لطفاً تشویق کنید با مجموعه جدید بین هنرمندا، ورزشکارا، با یک بازی جدید در خدمتتون باشیم. هم پرست یک ساعت مونده به قرعه کشی دیدارای ایران برزیلته و یه سوپر استار دوست داشتنی. خیلی مخلصیم. خوبین؟ خیلی خوش اومدین. سلام قسمم. سلام من دارا. خوشبختم. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. به موقع رسیدید، اگه دیرتر می‌رسیدید امکان این که قرعه کشی عقب بیفته خیلی بود. متشکرم. خیلی خوش اومدین. امیدوارم که جام قهرمانی خوب با هم داشته باشیم. مهمونای دیگه هم تماشاگرام که دیگه دارن بیداد می‌کنن دیگه. بفرمایید. سالن بازی و خیلی باید بریم فقط الان اردو رو تشکیل بدیم تا قرعه کشی شه. خیلی خوش اومدید. خیلی دارا جان. رسیدن یه دونه لیدر تماشاگر هست که اصلا دیگه سلام. فرق داره. قربونت برم. خوبی؟ قرمز شدی؟ قرمز و البته ما رنگ رنگ رو منم چی هم قضیه چیه؟ قربونت شرکت کننده و لیدر باشگاه ایران برزیلته یا محسن افشانی. من نمیدونم چرا هیچ کدومش زنگ نمیزنم وقتی میام. الان یه حسین سلیمانی انقدر داره میدوه که اصلا انگار دیرش شده. جام جهانی شروع نشد آقا. ایران برزیل تا وقت داریم تا قرعه کشی بعدی. اینم از این یکی مهمونمون حسین سلیمانی عزیزم. خب به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام خدمت تک تک بینندگان عزیز برنامه ایران برزیل 2014. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم با یک سری دیگر از مسابقات هیجان انگیز ایران برزیل. در خدمتتون خواهیم بود. بهترین بخش برنامه خودمون رو می‌خوایم تقدیم حضورتون کنیم. قرعه کشی بین تمامی حضار
شرکت کننده عزیزانی که واقعا همه جا افتخار آفرینی کردن، همچنین در ورزش، در عرصه هنرپیشگی و کلا از محبوبیتشون ما میخوایم تو این جام استفاده کنیم. اگه موافق باشیم بدون فوت وقت به استقبال قرعه کشی اول بریم از استاد امین حیایی. من درخواست می‌کنم که تشریف بیارن برای قرعه کشی اول رو انجام بدیم. اگه واقعا سری به هم ریخت دیگه. It's a point against him, the front of 50 and the front امین حیایی است نمره 15 رو نمره 15 رو بیرون کشیدن از گوگ. اگه موافق باشیم به سراغ یکی از لیدرهای واقعا شکمو که واقعا همه امکانات ما رو تموم میکنه، محسن افشانی عزیز. حالا دیگه تماشاگرام بیاد دیگه منشوری هم هست به خاطر محسن افشانی هست بزنید. و بعد داره خواهش میکنم اگر یه گزینه رو شما شماره 3 یه موافق باشید از همکار خودم از امید زندگانی عزیز که یکی از مجریه خوب و بازیگران بسیار ترازی یک هست از امید زندگانی ته. خواهش میکنم که تشریف بیارم در قیاب امین زندگانی. امین قرار بود در این مسابقات باش آقای کلا اول رو بخواد ببره. یه دونه باید انتخاب کنی. امید زندگانی برم. برو استرس نباش، نداشته باش. انتخاب امید زندگانی. انتخاب تیستی اوه گلاش. یه دونه از این بردار. خیلی خوب بود. 16 که نشون بدیم ما تشریف ببرید اجا فکر کنم اصلا با این کاری که داریم بریم محروم میشین از بله ببخشید معذرت. خب اگر موافق باشین آخرین قرعه را ما انجام بدیم. آقای حسین سلیمانی رو دعوت میکنم که از بچگی فوتبال رو توی خونشون بوده. آقای سلیمانی بله خواهش میکنم یه دین از خب یه عدد کاملا نحس رو شما برداشتید. عدد 13 نه من امندام 13 جدی؟ آره خب باستم دخواهتون خواهیم بود با اینکه بدونیم چه تیم هایی بچه ها به قرعه‌شون افتاد و کلن اتفاقات عجیب غریبی افتاد و گروه مرگ داره لقب میگیره این گروه. اگه موافق باشید قرعه کشی شماره 13 یعنی حسین سلیمانی عزیزمون با برزیل پا به این مسابقات خواهد گذاشت. من بازی رو رها میکنم و امید زندگانی عزیز با شماره 16 تیم ملی اروگوئه کلن آمریکای جنوبی تباری شده این گروه. اگر اشتباه نکنم گزینه 3 محسن افشانی که واقعا هم میخوره بهش که از ایتالیا و کلن آدم ایتالیا خیلی و قطعا یکی از تیم هایی که مشخصه که پدیده خواهد شد تیمی که آقای حیایی هدایتش رو بر عهده خواهد داشت تیم ملی شیلی هست که عرض سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان. واقعا بازیکن شیلی با عزم و اراده قوی وارد زمین دارن میشن بازی رو بازیکن ایتالیا. بله خب ما کم کم داریم از عزیزان خواهش میکنیم که تشریف بیارن و فقط امین زندگانی الان تشریف بیاره. آقای زندگانی تشریف بیاره بدون موز خواهش با تشریف بیارید سریعتر به بازی برسید. روی دروازه مقرد واقعا ایتالیا داره چیکار داره میکنه که ربی دیدن واقعا مصرف چیکار داره میکنه نمیدونم مقرد برای بازیکن ایتالیا واقعا شقر و بد بدنن بازیکنان شیری. امید زندگانی بحث تدارکات جام جهانی هم برنده گرفته. تشکر می‌کنم. وای اکسبت دیدنی با گول امین حیایی واقعا این کار برای محسن افشانی میاره این گولی که خورد. قطعا تو کارهای بعدی با هم همکاری خواهی کرد. ساتوری دفعه مقابل ایتالیا و الکسانچز واقعا خوب نبوده تکل کشتار جمعی میرن اونجا. خواهش میکنم. نیمه اول تموم شد. من خسته نباشید در میکنم خسته نباشید شما این گوری هم که محسن الان رویه گرفتی؟ ما این؟ نه الان باز میگیرم. بله من خواب دوستان به من اینه دوم میام کسا یه اتفاقا خسته نباشید. بازی رو چطور دیدید؟ میتونی بسید خواهش میکنم. بازی رو چطور دیدید؟ خیلی بازی به نظر من دستگرمی بود فعلا. خب ما ارتباط تلفنی داریم با شاغلام پیروانی. آقای پیروانی سلام و شبتون بخیر. شاغلام عزیز بالله فردوس پور ما سلام عرض میکنم خدمت شما. واقعا من خدا وکیل به جون بچه ها مال قسم خوردن نیستم خدا وکیل، ولی شما به آقا امین حیایی چه کار کرد توی بازی ده شیش تر نکن.
آیا پیرمون راجع آیا افشانی صحبتی ندارید؟ والا آقا افشانی آقا شده ملیجک در پا توی بازی واقعا آقا من اینجوری میبینم بریم آقا آماده این عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز ارجمند شیلی 1 ایتالیا 0 و امیدوارم که بازی بهتر رو ببینیم واقعا هر دو تیم خوب کار نکرد در این بازی یکی از مربی اون تیم کلایی گذاشته رو سرش که واقعا در حد اندازه‌ای مربی فوتبال نیست اما موقع بازگار ایتالیا داره شکل میگیره میتونه برید روی در وای وای من هاشم بگزاده رو کم داشت که بتونه بیاد و از ضربه استفاده کنه پارادس یاپالس پیامالس یک ضربه خودخواهانه چه ضربه ای رو میزنه شما گفتی سانت من نمیدونم شما میگی سانت چرا توپ سانت میشه واقعا ایتالیا بحث و جدال در بین مربیان هم داره شکل میگیره حالا میتونید با از توپ یک ضربه بید کم قدرت جون میزنه محسن افشن خیلی هم وقت اضافه نخواهیم داشت واقعا برای بازیکن شیلی داره شکل میگیره برای به زمان شیلیایی همین هایی ناراز و بگو ایه خب ضربه ایتالیا میتونه یه موقع خوب باشه برای ایتالیا میتونه به سمت دروازه بیاد خود محسن افشانی فکر آتاری داره بازی میکنه خب بخواستم دورش بزنم از دور اگه ضربه داره میتونه بسید پایان بازی من واقعا یکی چین بازی رو من واگذار میکنم مهمون نوازی کردی دارم دو نفر دیگه هم هستم بعدش بازی کنم خواهش میکنم خیلی متشکرم به خاطر محل اسکان محل اسکان تیم ملی شیلی چون دور از مسابقات ما بازی دوم رو هم بازی شیلی قرار دادیم اگر موافق باشین شیلی و برزیل از آمریکای جنوبی بله. آقای سلیمانی استرس گرفتتش نمیدونم کجا رفته به نام خدا عرض سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به یکی دیگر از برنامه‌های ایران برزیل است در خدمتون هستیم بازی مهم شیلی و برزیل از نمایندگان خوب امریکای جنوبی که واقعا من نمیدونم برای چی برای این بازی حساس جواد خیابانی انتخاب شده تا یه جورایی حاصله همه به سر بیاد خب مرسی از جواد عزیز که خودش هم فهمید برای این بازی اصلا خوب نیست که در بین ما باشه اگه موافق باشه این بازی بسیار بسیار حساس و دیدنی رو که خیلی هم سرسام‌آور شروع شده رو من خدمتون بازیکن رو معرفی بکنم در دقایق بعدی بازیشون خیلی سرعت بالای تکه این بازی خطرناک بازیکن برزیل از امید زندگی هم ممنون میشه که به جای آقای حاج رضایی تشریف ببرن تو برنامه ما حالا موقع بازی شیلی داره شکل میگیره خیلی از علاقمندان به فوتبال و گزارش کردن یک سبب دیدنی آفساید آیا آیا فکر میکنم شما با داور یه سری اشاره داشتید قبلا یکی از تماشاگران هم به سمت زمین یورش میبره ولی اونجا مامورین امنیتی هستن که جلوشو بگیرن خدا رو شکر و گیلاس هم دوست داره خیلی زیاد به چشماش هم خیلی میاد شیلی قطعا امید به صعود خواهد بود ما هم امیدواریم که این اتفاق بیاد و تیم بسیار خوب شیلی به دوره بعدی رقابت ها راه پیدا کنه اگر حال اونجا بذاره چقدر قشنگ داره حرکت میکنه این فرق موقع اول بازی کنه برزیل بچه نمزه به رو میره ایران نه رو به اتمام هست و امیدواریم که ارتباطمون برق بله چقدر هم خوشحال شدم من از این ارتباط آقا شما نیمه اول چطور دیدید؟ صفر صفر خب پیش بینی می‌کنید خودتون چند تا شیلی بخورید؟ من 3-0 0 0 0 این ترکیب نیست بنظرتون؟ آقا خواهش می‌کنم احترام به پیشکسوت فراموش نشه شما خیلی کم تو این بازی داری شرکت می‌کنی یا اصلا دفعه قبل اینقدر صحبت راضیه راضی آقا این گیلاس تا پایان جام باید باشه رو میز بله خب خوبه آقای عیایی امین جان چرا سر بالا نیست؟ سر بالا یا علی برو برو خوبه خوبه بزنش بزنش خب واقعا چه حرکتی بجا نه دقیقا من واقعا منظورم این نبود که آقای سلیمانی آقای حیایی رو بزنه منظورم آقای حیایی بود که با آرنج بزنه خوبه اینجوری باید بریم جلو برو برو آقا چرا هول میده آقای داور
آقا جون اونو از کجا میشوتی؟ مگه کریم باقریه داداش؟ تو 18 نرسیده میشوته. خوبه، خوبه امین، خوبه امین، خوبه امین، خوبه امین، ماشاءالله امین. حسین سلیمانی واقعا از اندام نتونسته بکنه در مقابل شیلی با این همه ستاره‌ای که داره. دانیل آلوز اونجا چیکار می‌کنه؟ میتونه پاس رو به بیرون بده. علی حیات مراقب باشه. امین آیه چه ضربه گیری شده. امین آیه آقای آیه خوبه، بده بالا، بده تو، بده تو. ای چرا نمیدی تو در؟ خوبه خوبه، بردار، برو پسر، برو برو برو. وای این ضربه کم قدرت، امیدوارم که این گیلاسا بتونه بدتر هم ادامه پیدا کنه. کلا امید زندگانی تو حاشیه این بازی داره، فقط صداهایی رو از خودش ایجاد میکنه که واقعا برای تمرکز کردن بازیکنان خوب نیست. آخرین موقعیت‌های شیلی در دقیقه 71 و تکله خب کارت قرمز بگیرم داشته باشه. بله کارت قرمز برای دینات. آقای علی پاتون سالم حالا ببین، گوش بده، گوش بده، گوش به آقای دارا هولش کن، بکن توکل به بالایی کن، ضربه رو بزن. برو برو برو، خوبه، بچرخ بچرخ بچرخ، گوش بده. یه ساعت میخوای وایسی؟ خب حالا دیگه موقع داریم، اگر ضربه رو بزنی خیلی دیگه واقعا نشون داده دیگه. بگم میگی شوتو تا تپ و در کنار هم دیگه خوب نمیتونم نتیجه بگم. گیلاس به شما تعلق میگیره به خاطر اون ضربه بسیار بی‌نظیری که اخراجی داره. زدید موقعیت برای بازیکنان برزیل با یک یار کمتر. من نمیدونم شیلی مثل برزیل کلا خیلی پدیده داره میاد جلو و برخلاف کارشناسان که نظر دادن حسین سلیمانی موقع برای بازیکن برزیل میتونه برزیل روی تو. واقعا من متاسفم برای تیم ملی برزیل. خب کارشناسان اعلام کردن که واقعا امین علی خیلی سفت داره بازی میکنه، ازش خواهش کردن که یه کمی شل بگیره، شلش کنه، حداقل گیلاس بخوره، یه شلی، یه بازی کنه شیری. خیلی تو جذبه خاصی دارن بازی میکنن برزیل. موقعیت داره حسین سلیمانی، من نمیدونم چیکار داره میکنه. آقا اینا خارجی دارن با هم صحبت میکنن. آقا شهری عزیز، من از کارگردان خوب میخوام که یه اتفاقی بیفته، این رقم میخوره بعد سوت پایان بازی. دانش شده. بله اخراجی بازی خوبی بود. متشکرم. آقای حیایی ما هم به خاطر اینکه دو تا برد پشت سر هم داشتی الان خواهش می‌کنم که سر جاتون ابقا شدید شما دوباره برای بازی بعدی هم. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. بازی دو تیم اوروگوئه و شیلی که واقعا تعیین کننده است این بازی. بازی آغاز میشه. پارادرس سانچز واقعا سیبایی هم که اینجا داره استفاده میشه به نفع احسن داره پوسکنده میشه. واقعا تشکر میکنم دوستان خوبمون، واقعا سیب نمونه است. اگر تشکر میکنم محسن افشانی بازیکن اوروگوئه رو ببینید، بخاطر اینکه باران شدیدی هم شروع به باریدن کرد بازی از اول شروع شد. و از تشکر میکنم از مسئولین فیفا دی که برخلاف سابقه بازی امین حیایی و امید زندگانی به تعویق افتاد. موقع بازیکن شیلی یک ضربه دیدنی و میگیره. دروازه‌بان خوبی داره این اوروگوئه. کمر منو سوراخ کرد. دارا عزیز واقعا فشارها روی دارا زیاد شده. مثلا نخواه منه. تشکر می‌کنم از امین حیایی که در حین انجام مسابقه داره سیب هم می‌خوره. واقعا چه سوبه. سیب سبز. دارا خودت 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 من برم جلوتر. فقط میتونم بگم که به امید زندگانی سیب تعلق نمیگیره. اگه زردالویی چیزی باشه چون هنوز یه حمله هم نکرده به دروازه شیلی. سانچز گفتنیست که میخواد به پرسپولیس تهران بیاد بعد از جام جهانی. باید ببینیم که مربی این تیم آیا تمایلی داره به اینکه سانچز بیاد. نه ایگه من سانچز بره همون بار شده. حالا فیاد حیایی حیا کن داره دیگه واقعا زمزمه میشه در استادیوم که واقعا دیگه انتظار همون داره شیلی از امیر حیایی این چیزا. آقا یک آسفو بهتر پرتاب اوت از که دروازه اوروگوئه لباس نارنجی رنگی هم که پیشه واقعا جلف دروازه‌بان اوروگوئه. از امید زندگانی کلا طراحی لباس ها رو برده داشته. یه پاس برای هیچ کس اف سانچز پریرا. اگر تصویر آیسته ای پخش بگم من سیب گاز بزنم خیلی ممنون میشم. سیستم میساقیان رو پیش گرفته. بله واقعا امین اوتی معروف خیلی امین عزیز امید زندگانی معلوم نیست چه پاسی داره میده. خود امید زندگانی به عشق امینشون یه تک وسط میره. حالا نمیدونم قد و قواره های بلند قامتی هم دارن بازیکن اوروگوئه. اسم سختی داره. سه بار اوروگوئه رو گفت همه رو تو بازن.
کیه؟ تیم ملی اورگوئه دیگه من چی دارم میگم؟ اورگوئه. و الان شما به بازی ایتالیا برس که واقعا با اون هم ستاره یه دونه حمله هم نکرد. حالا موقع اورگوئه یه سری از تماشاگران نماهای نسبتا وحشی هم در استادیوم حضور دارم. واقعا من که هر وقت این صدا بده در بله شوره بازیام الان موقعیت هست. امید زندگانی رو با هم ببینیم کلن بیخیال و انگار داره رالی نیت فور اسپید بازی میکنه. بازی کنه اورگوئه واقعا هست دشمن ماست. دوستان چرا اینقدر اگه اینقدر خوش جان بشه بزن یه دور بگیر. چهار امتیاز دارم. من نقطه کردم گل خوردم. شما چه مظلوم داره واقعا میشه دارم که مشغول سیب خوردن دیگه اصلا فراموش کرد. خیالت راحت. کوچ کردن رو خوش میگیره. بعد اگه چی شد نیمه اول کاملا هیجان انگیز بود. بازی جوان بردارنه. این مهم موه دارم. خب خیلی ممنون، امیدوارم که بازی نیمه دوم هم مثل نیمه اول با هیجان و با شیپورای خوب محسن افشاری دنبال بشه و دارا قراره با سیب مسموم بشه و کلا به دور بعدی هم نرسه. کلی کارشناسان گفته بودن که اصلا دوست ندارن همین حبیب جمع 16 تیم راه پیدا کنه چون که خیلی تهاجمی داره بازی می‌کنه و بدنی کلا آمادگی جسمانی پاشنه آشیل تیم شیلی هست. همین الان همین حیا چند تا ضربه به من زد که واقعا بشه کتف درد شده. خیلی ممنون واقعا شلیل ها شلیل یعنی شیری. اگه زده همه بازگان شیری بعد از اینکه شلیل ها هم خوردن خود شیری ها با شلیل با امید زندگانی چقدر قشنگ داره دفاع میکنه. امید زندگانی معلومید چی کار داره میکنه اونجا میخوره زمین کلن زنگ تفریح خوبی شده برای این جام. تشکر میکنم از حضور بسیار بسیار فانتزی خودش. بیمه ها حمله کنن برن جلو حمله کنن تمام داره میفته. امید زندگانی تو جا جا بمونه سر بالا پاشو بده بده بالا آقای زندگانی مراقب باش برید. ای بابا سانچز خود سانچز یک پاتو رو به جلو و امیر عیویی داره گرم میکنه امید بر دارا کنار زمین. من دیدم پشت دروازه شیلی هم اصلا خودش گرم میکنه تا به زمین میاد. کلن به تعویض اعتقادی نداره امیر جان. آفساید هم نیست فکر کنم امید زندگانی آفساید امید زندگانی امید ایران برزیلیایی. خب واقعا بازی خوبی بود در این گروه که برگزار شد در گروهی که حسین سلیمانی محسن افشانی همین حیایی و امید زندگانی عزیز بازی کردن. گلی میزنه امین حیایی امین اودو گوت چیلی این ها طرفدار شیلی ها که با مربی جدیدش امین حیایی عزیز ارتباط خوبی برقرار کردن. واقعا خوشبینانه ترین بازیکن شیلی فکر نمیکرد که اینجوری بازی کنه و دارو واقعا داره محسن افشاری با لگد میزنه دیگه. تبریک میگم سعود مقتدرانه امین حیایی رو به دور بعد که فقط امیدواریم که دچار صداد منشور نشه و تست دوپینگش منفی اعلام بشه. ولی تبریک میگیم به بازیکن شیلی که حسن واقعا تبریک خواهش می‌کنم زنگ تفریح من یه بازی دیگه دارم. تشکر خیلی متشکرم خیلی ممنون نرم از آقای حیایی بیا جلو بیا ماکس کن خب به نام خدا عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند با بازی دوم گروه چهارم در خدمت شما هستیم. تصاویر ابتدایی رو که دیدید تصویر اسطوره فوتبال اوروگوئه آقای چیگویتا بودن که در این بازی ما رو همراهی میکنن. اوروگوئه در مقابل ایتالیا یک بازی کاملا نفسگیر و جانانه. دو تیم مدعی در جام ایران برزیل 2014 داریم که واقعا بازی خوبی عذاب در بیاد. بازی هر دو تیم در گروه چهارم یعنی بازی اولشون چنگی به دل نزد هر دو تیم. پاس بده تو داره شک میگیره. واسه تو خوبه. بابا بزن کنه. ای تو فیک آفساید بابا. آفساید. حالا من اعتراض میکنم امید زندگانی.
توضیح رو بدم به بینندگان عزیز که به خاطر اینکه هوا خیلی گرمه در برزیل باید لباس ها رو عوض میکردیم. وقفه که در پوشش لباس ها پیش اومده، من تشکر کنم دوستان زندگان برخلاف گرما سویشرت هم پوشیدن و کنیدن دیگه حال عرق کنه چند تا وزن هم کم. و سوت پایان بازی در این اول واقعا ترین بازی ایتالیا و اوروگوئه بود. این دو تیم پنج بار دیگه هم رو در روی همین استادیوم این بدترین بازی شده. آقا چطور دیدی بازی رو؟ چیزی برای گفتن ندارم. خب خیلی دارید بد بازی میکنید آقای افشانی، اینقدر نخور. یه دست بازی کنم من ببینم بازی تو. آقای افشانی دوشه یه سه بیماری هم میشن. خیلی خوبه. آقا بسم الله. خب نیمه دوم رو با هم خواهیم دوم داریم که واقعا یه توپ از خط دروازه عبور کنه تا یه کمی جذابیت دوی این جام جهانی که کمتر از پنج گل داشته در روز دوم یه کمی گل و بازی قشنگتری هم ببینیم. و هم حالا سوارز خیلی بد بازی کرد، اصلا امید دادن از سوارز و کاوانی نتونست بازی بگیره. امین حقیقی از تست دوپینگ دادن امتناع کرد، معلوم نیست چه. حالا موقع داره شک میگیره اوروگوئه، تک بده بود دروازه وار و تک به خطرهایی بود کاملا نصف پر کن ساندوز نصف تک به کاملا صحیحی و همه سلامت هم شد به نظر که برداره بر خود توپ با دست بود، نه دست با توپ. حالا یکی باید دارا رو از برق بکشه از ضربه خودخانه سوارز. آها بدم محسوس پایان بازی نتیجه کاملا سکیوری، واقعا بازی ضعیف تیمای توی بازی دیگه آقا فرپلی بله اوروگوئه و اتوقایتشون در بام برازیلنتون اوروگوئه انت ای ایک سپورتس. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان خوب برنامه ایران برزیلته. بازی دو تیم اوروگوئه و برزیل از امریکای جنوبی در جام جهانی 2014، امیدوارم که یک بازی بسیار خوبی رو با هم ببینیم. همونطور که مشخص هست آقای امید زندگانی با تفکرات جدیدشون به همراه یه عینک دودی اینو باید میزدی ندادی ماهی که من بهت گفتم آقا عینک رو درست کن. خب ببینیم مثلا گزارش بازی دوست خوب عادل فردوسی پور که در این جام جهانی کمتر گزارش کرد. حالا مقدر بازیکن اوروگوئه هست در این هوای کاملا بارونی ساوپالو، حالا امید زندگی قاطی میکنه و عینک خودش رو در میاره. همچنین بازی ادگار داویدز این کارو کرد در بازی معروف یوونتوس و برزیل نیمار ساد روی دروازه حسین سلیمانی چه ماشاءالله آفرین خوبه اشی لایت من داره دارم میرختم دادم به اسم نباید این سلام نشون بده. امید زندگی دیگه همه چیز برای امید زندگی تمام شد. خواهش میکنم حسین سلیمانی بالاخره امید من معذرم گلزنی میکنه. چه گلی میزنی حسین سلیمانی و حالا این بوقا زدن داره. حالا خون توی رگهای امید زندگی جاری شده، کم کم دیگه داره به ما یورش هم میاره. آخر این برنامه سعی و سالم در خانه شما از اون باشه. فقط بگم می‌گم که این بازی به صورت سه بعدی برای امید زندگان داره پخش میشه، خودش رو در زمین داره حس میکنه. این کمی هم خیس شده به خاطر بارونه. حالا درگیری سر توپ پس در من فقط یاد مینی بوسایی که استادیوم آزادی میافتن افتادم در برزیل. بله نیمه اول به ما میرسه حسین سلیمانی عزیز با تکلی که پرید روی سر امید زندگان زد جلو میافته. خیلی زود این یک روبرو استرات گرم در خانه‌تون خواهیم بود مجددا. حالا اگه دوست داری حذف شی و ادامه مسابقات باز بمونی ادامه بده صحبت تو. مقدم برای بازی گلاره برزیل و گول ماشاءالله حسین حسین خوبه بشه آقای زندگانی اینه ماشاءالله. خب واقعا صحنه‌ای جذاب شما بزن بذار آبروی اوروگوئه بذار سرت بشن حتی بود بازیکن اوروگوئه. تماشاگران اوروگوئه دارن فوشای رکیکی به امید زندگانی میدن. من دارم متوجه میشم که اصلا راضی نیستن از این نحوه بازی کردن و همگی امین زندگانی رو فریاد میزنن به امید زندگانی. اصلا آندو به من گفت که این دو میان بالا و داداش فدایی داری
واقعا میگم آندرینگ خیلی بازیکن خوبیه. آندرینگ واقعا بازیکن تاثیرگذاری هست. اون که استقلالیه ولی بازیکن خوبیه. کلا بازیکن استقلال همیشه بهتر بودن. تابو بودن. وی آی پی این ورزشگاه دیگه واقعا فضای محسن افشانی نیست. شلیل و هدو و زردالو و گیلاس و موز و خیار همه گیری به کنار. موقعیت برای گل سوم از کنار دروازه به بیرون میره. خدا امید برای اراده حیثیت هم که شده میتونه این ضربه رو بزنه تک بده که چه گل نزنی امید زندگانی. واقعا دیگه وقتی برای جبران هیچ کاری نمونده. بله اجازه بده پایان بازی به صدا در میاد. امید زندگانی سوت آخر رو هم زد. من این بوق آخر بوق خب بازی تیمای اوروگوئه و شیلی به خاطر باران شدید نیمه کار تمام شد. در نیمه اول خودش حالا ما به استقبال هدایت کننده تیم شیلی سرمربی امین حیایوف در خدمتتون هستیم. بفرمایید در سالن کنفرانس خیلی خوش اومدید. بازی شما شیلی چقدر خوب میتونه که واقعا حق خودش رو بگیره از این جام؟ مورد بستگی به کوچ خوبش داره. این کوچ که قبول دارید کوچایی که حالا اول دارا به شما دادن برای علت و کلا امتیازایی که گرفتید تا الان فکر می‌کنم مدیون دارا هستن. بعد دارا واقعا ان شاء الله که حالا تو مرحله بعدی هم بتونیم حضور بده. کلا می‌خوام بدونم که جام جهانی واقعی 2014 در کشور برزیل، جام جهانی که همین الان در حال تولید این کار هستین داره انجام میشه، در جام جهانی واقعی شانس چلسی رو برای قهرمانی می‌دونید؟ من نظر کارشناسی بود. من همین شیلی رو خیلی بازی خوبی ازش دیدم و احساس میکنم که به مرحله نهایی هم برسه. الان احساسی نمیده برخورد نمیکنی با شیلی احساسی نیست ولی احساس میکنم که یعنی از بازی که ازش دیدم فکر میکنم که میتونه به مرحله نهایی. حالا شیلی که خودت دیدی چرا کم گل میزنه، کم حمله میکنه، فقط دارن بیشتر تنه سر میکنه، جوان مردانه بازی میکنه. در اصل تیم خودم اگه نتیجه نگرفت تیم داره خب بس دورا و تیم هنوز قرعه کشی میدونید که انجام نشده و دورا و قطعا فکر میکنم تیمای خوبی رو میتونه از قرعه به نام خودش در بیاره. امیدواریم که یه حیایی داشته باشه در این جام که بتونه به مقام قهرمانی نزدیک بشه. صحبتی نداریم با بینندگان ما، میبینیم در جام. خب مرسی از همین حیایی شما و ادامه برنامه. مهمونه دیگه داریم، یه بازیکن دیگه. سلام، چه خبره؟ فرام بفرمایید. ادعا دارید می‌بریم بازی چطور؟ ببین من واقعا دو سه سال بازی نکردم به خاطر تو و دیگر دوستان اومدم، نمیدونم ولی مطمئن باش این حرفا رو می‌زنه بازی من بعد نیست. دو ببین گفته بوده بازی سی باز بوده بالا. درسته ولی ما داریم اجرا می‌کنیم. نه درسته، سوان اول مال توی شد. مال توی شد. اوه باز بود. سلام علیکم. سلام علیکم. صابخونه کسی نیست؟ به جان خودم ما رو دعوت میکنم بیان، نه کسی میاد به استقبال قهرمان آینده، نه یه دستگلی، نه یه دست شیپوری، دست بوغی، هیچی. بعد الان برم بشینم اینجا. من قبلا توی مسابقات رفتم، قراره بشینم اینجا میوه بخورم. خدمت شما عرض بکنم که آقا اومدم ببرم برم به همین راحتی، یعنی میبرم میرم، هیچ کی هم از من قدرتر نیست و فقط شنیدم البته چند نفر هستن اونا رو میذارم با ماشین اومدنی سقط میکنم، دست پاشون رو میشکنم و خودم میمونم به همین راحتی. شما برین یه قسمت دیگه ببینین و ببینیم چه خبره دیگه. ما اینجا نیم حال میکنیم میوه میکنیم. صابخونه یا الله نیستم بیا. نه نه تو اثر آنه دوربین مخفی نباشه. نه نمیدونم نیست کسی. چرا اینجا که اصلا شبیه لیگ نیست. ارسلان چجوری دستان احتمالا یه چیزی که دیتون این شکلیه. بفرمی خیلی خوش میکنم. شما بفرم بشین دیگه. کسی نیست دیگه بشین. آدرس رو چک کن ببین درسته. کسی نیمده از ما یه زنگ بزنم آقا. میوه هم گذاشتن وقت اشتباهی نیمده شما خونه مردمش. آره هرا میاد میزنه تو ساکت ها مشکوکه یکم قضیه. من حقیقتش میخوام برم. من نمیمونم.
داش نه داش بیا بریم زشت ارسل من فکر کنم این دوربین مخفی چیزیه پاش بریم بریم من دوربین بریم خب آقا ما می‌خوایم قرعه کشی کنیم بریم ببینیم کدوم از دوستان اونایی که حضور دارن با چه تیمی باید بازی کنن بله، درسته بله. توی این لیگ باید بازی کنن ما از به لحاظ کسوت بله. از کسی می‌خوایم دعوت کنیم که زننده گل قرن فوتبال جهانه جناب آقای حمید استیلی حتی نذاشتید میوه‌شون رو بخورن بله خیلی خوش اومدید. بابا اون یکی از شرکت کننده ها که افتخار دارین الان باید یه گویو افتتاح کنی. بفهمید. هم میزنیم جلو دوربین که فکر نکنید کلا برداریه. آقا بفهم. من شماره خودم رو. نه خب شما بفهمید چی افتخارش بله. نفر بعد از پندار اکبری. بله. من دیگه جوان‌تر بگم. جوان‌تر بیا ارسلان تو بیا برو ارسلان بیا خیلی شیک و مجلسی هم اومده بله شماره چنده برو بشین 23 ارسلان واسه 23 بله آقای شاروخ شایی با اون تیپ قشنگ تشریف میاری نه بس بس ممکن نیم تو دورخیز کنی بازی نرم ده ده برو ده ها بشین برو ده ها بشین مشخص آقای عباسی وای دیوانو ده ها کن بیا آقا ما دیدیم هیچکی روش نمیشه میوه بخوره سلام علیکم سلام شلیلم گرمه حالا دارم برمی گردم 29 خب شماره 9 وایسا وایسا آقا از بین ژاپن و کاستاریکا و انگلیس شما به نظرت کدومی؟ انگلیس خوشبختانه متاسفانه کاستاریکا هستن کاستاریکا هستن خب نیما تا شماره چند بود؟ 10 دوست عزیز نیما 10 خب بین انگلیس آمریکا غنا انگلیس دیگه انگلیسی دقیقا انگلیس رو بدیم بهش انگلیس رو بهش میدیم خب شعب عباسی چند بودی؟ 23؟ هندوراس نه چند بودی؟ من دارم نه 23 ایشون هم چند بودی شما؟ من 29 هم 29 بگیم دیگه یه هو بگیم بهش آره دیگه مکزیک خوبه الان اونجا خوبه اینجا که خوبه خب ارسلان تو چند بودی؟ 23 23 ارسلان چه شانسی آورده ارسلان بین شیلی اوروگوئه کرواسی کره جنوبی کره جنوبی باور کنید باید خوشبختانه چون یه مقدار چشاش هم بادومیه ارسلان میتونه کره رو برداره اگه دوست داشته باشی یه دونه قوی تر میدادیم قوی تر ما نمیدیم خودت برداشت هلند بدیم بهش هلند خوبشه هلند 23 هلند 23 هلند خیلی خوبه خیلی خوبه خب الان دوستانی که اینجا هستن مشخص شد دیگه خب سراغ کی بریم الان کجا باید بریم خب بریم بازی اول انجام بدیم بله مسابقه اول بین خب بازی اول بین آقای استیلی و ارسلان قاسمیه ارسلان قراره یار من باشه من کوچش کنم ارسلان بله اتفاقات عجیب غریب داره از همین اول برنامه میفته. ما توانی کردیم. توانی کردیم. یعنی به نفع ایشون کشیدین کنار یا نه؟ میخواین که کوچش کنین ایشون؟ ارسلان دوباره بازیکن باشه. آقا بله 100% خیلی خوب. الان بین آقای استیلی و ارسلان، آقای استیلی گفتن ارسلان رو کوچ میکنه. بازی دوم با کیه؟ با نیماس. نیما شاروخشاهی یا ارسلان رو بزنیم نیما و شهاب. خب دیدار حساس تیم‌های مکزیک و انگلیس تو در دست بازیکنان تیم مکزیک در میانه میدان از جناب چپ اوته ماشاءالله دفاع انگلیس میده که کار دستش بده فرصت برای مکزیک و توی دروازه گل اول و شهاب عباسی مکزیک این استرس این وضعیت مهم اینه که من تیک ندارم موقع بازی کردن آها فرصت برای تیم ملی انگلیس شوت بزنه بینیم که نیمه دوم جذابی رو داشته باشیم بله دیگه آخره نیمه اوله بود من راضی ام من خودم وکیلی راضی ام آقا دمت گرم خوب مرسی مرسی از نیمای عزیز و شهاب عزیز حداقل اخلاقو نباختن تا الان بله بطری پرد نکردن بزنید
زوده. آقا چه بازی حساس هم داریم. خب بازی شروع شه. آره میتونه شروع شه. ای بابا بگیری. فرصت برای تیم بگیری. بابا. مرسی بابا. خائنا دیده شدن. ملی انگلیس فرصت برای حیفا. فرصت تک به تک. ببینیم چی کنه انگلیس. مرسی. مرسی. ملی انگلیس. آقا. حتی خوشبین‌ترین هوادار تیم شهاب هم فکر نمی‌کرد که بازی یکیش با 2-1 عوض بشه. تا درود دیگر بجوش. خب بازی زیبا قربانی داوری شدی نه؟ بله قربانی داوری شدی. خب بازی بعدی رو خب ارسلان ارسلان من نیما شرف‌شاهی آقا اتفاقات جذاب داره پشت سر هم میفته. بازی اولو گفته بودن 2-1 شهاب ولی 2-1 نیما شارخشایی شد. ببینیم این بازی بعدی چی میشه. ارسلان قاسمی رو که آقای حمید استیلی کوچش میکنه و نیما عزیز و بازی قبلی ایشون منو کوچ میکرد. حالا من با مربی اون در صورت واسه من خیلی به نظر چی میشه؟ رحمت دوست داره. والا اختاپوس گفته که 2-1 هلند میزنه، یعنی برد نه که 2-1، یعنی گفته برد هلند یا برد ارسلان چون کوچ خیلی خوب داره آقای استیلی هستن. خب به بازی برمیگردیم. در میانه میدان در دست بازیکن تیم ملی هلند چقدر هجومی و انفجاری شروع میکنن. بازیکن تیم ملی هلند از ارسلان. آقای استیلی شما بچه محلاتون بیشتر پرسپولیسی یا استقلالی؟ هر دو تا هستم ولی پرسپولیسی بیشتر. بیشتر آره. آها آره فرصت داره بازیکن تیم هلند. ببینیم چیکار میکنه. تیر دروازه میخوره. تیر بالا میخوره. از این تیر دروازه ها زیاد زدن به ایشون. روحیه جوانمردی نیما رو ببینیم که بله توی دروازه. جدول به همیه. دملی هلند یک نیمه بود. ملی انگلیس صفر. ارسلان شد یک نیما صفر. بله میریم که داشته باشیم. بله وحید طالبلو میلاد میدان بودی. وای چه انرژی به کار داره اضافه میشه. بازی رو نگه میدارن. یعنی یا بنده خدا رب بردش کارداری با هم خوش اومدید. بارون شما تشریف داشته باشین اینجا. خب شما میتونید بریم پذیراییشی. شهاب عباسی شلیلا رو داشت تموم میکرد. شلیلاش داشت. خب ادامه بازی رو بریم. بله همون حرفی که بهرنگ زد تموم کنن نداره. اشکال نداره. تیم ملی هلند دو هیچ. تا الان یکی از اقتدارهای این جام بود. عاشق سیاوش هم انگاری داره رومو جولیت میبینه. یه جوری رفته تو سر بازی. وای گل. وای فرصت تو نمیده. باری کلا. خب حالا انگلیس برمیگرده به بازی. برمیگرده. محسن اون کدوم مربی فوتبال بود که گفته بود اگر تیم به تیم گفته بود اگر ببازیم بعد بازی باید بیاین رو شیشه خورده رچین. ای گفتیم کدوم مربی بوده؟ جبار سینگ. آفرین جبار سینگ منتخب تیم دهلی 9. خب پایان دیدار حساس تیم های هلند عاشقتم مداش ملی هلند و ارسلان برنده میشه. نیما جان خسته نباشید بهت میگی دستتون درد نکنه. پندار آخرین باری که رفتی استادیوم کدوم بازی بود؟ آخرین باری که رفتم استادیوم بازیه با هم بودی استقلال و افسر. خب نیمه اول استقلالی هستی؟ استقلالی اصلا مگه میشه؟ جدا؟ تیم دیگه استقلال داریم. بله پرسپولیس حواستون نیست. خب نیمه دوم میریم داشته باشیم. قبل از اینکه نیمه دوم به نظرت این بازی رو میبازی یا مساوی میکنی؟ میبرم. اگه دست مساعدت کند. این دست ها قدیمی هست. دست نو میدادید. خب اینا داغون هست. شارژ هم دارم دیگه بهونه ای وجود نداره. شارژ دارم ولی درست سوال بعدی رو میپرسم. ارسلان میبری یا مساوی میکنی؟ میبرم. بریم مطمئنی نه بازی؟ رعایت کسوت هم بکن. باری کرد متاسفانه این پیش کسوتی از جناه چپ فرصه داره. فرصه تیم ملی مکزیک یک برده کرده. هلند صفر. حالا ره شدی هر سلام همین ره شد. حالا باید دید فرصه یه دروازه عجب جون میزنه. فکر میکنم شهاب رفت صدر جدول. یعنی تیمی که اصلا امید نداشت با دسته خراب و خلیل هست
خب پایان دیدار تیم های مکزیک و هلند. خسته نباشید. استراحت با هم بکنیم. برای چیزی بعدی بچه ها به ما اضافه شدن. آرش برهانی، وحید طالبلو، میلاد میدابودی عزیز. میریم قرعه اونا ببینیم تیمشون چیه تا بازی تا فوتبالیست گروه بعد ببینیم. بازیگر بریم ببینیم چه خبره. البته اینا همشون هم فوتبالیستن هم بازیگر البته. فعلا. دیگه داریم وارد بخش فوتبالیه، فوتبال ایرانی میریم. میخوام برم سراغ یکی از مدافعین با هیبت فوتبال ایران، حنیف عمرانزاده. نمیدونم اومده نیم نیمده ادا چرا روز به روز گنده تر میشی داداش؟ چه خبر؟ خوش اومدی. بیا بریم کسر. حنیف ملقب به قول فوتبال ایران. بیا اینجا آقا، قراره که من دنبال یه هافک دفاعی تمام عیار. پژمان نوری، به به چه پسری. آقا پژمان همیشه آماده، ماشاءالله اضافه وزنم آب کردی ها، واسه جام جهانی آماده کردی، بازیای ما رو دنبال کنی. فقط میخوام بدونم سلام. ماشاءالله ماشاءالله همه استرینگت کش اومده بود این ور. پژمان بیا داداش، بیا قربونت برم. داداش کجایی؟ نه نه پلک 23 شماره پیرنت 23. امیر اسم فشنگچی بیا 23 کجایی؟ داداش چه خبر؟ چاکر اسم قربی قربونت بعد کن سامان قربونت. امیر اسم من باید بعدن صحبت میکنم. فقط ببینیم واسه این بازی آماده چه خیلی دیر شده مثل فشنگ. امیر اسم فشنگچی بیا جلو. خب در این قسمت می‌خوایم بریم به استقبال همکار خودمون در فوتبال ایران برزیل، بهرنگ علوی. بهرنگ جان به به بهرنگ و همیشه بهترین رنگ‌ها با بهرنگ عزیز. من عاشق رنگ‌های تو هم قربونت. اینو داریم دیگه امروز. آره دیگه اصلا خوردم. یا بیا ببینم. بیا ماشاءالله. بهرنگ بیا. ماشاءالله. آقا سلام. آقا بهرنگ گروه مرگ. بله. آقا به خاطر اینکه ورزشکار زیادی امروز توی این مسابقه هستن، ما هم باید یه مقداری آمادگی جسمانیمون رو می‌بردیم بالا. بدون فوت وقت میخوام اول به استقبال حنیف سیم خاردار برم. حنیف سیم خاردار مدافعین آبی استقلالی ها دوستش دارم. به افتخار حنیف عمرانزاده اولین قرعه رو ببینیم چه شانسی داره و چه تیمی. به افتخار حنیف عمرانزاده دیگه بازیکنان خوبه کشورمون. خیلی خوش آمدید آقای عمرانزاده. لازم به ذکر هم هستش که کلن آقای چهار. خب چهار بفرمایید بفرمایید حنیف عمرانزاده که فرمایید چهار کلن یاد باشه. خب از آقای بهرنگ خوش رنگ میخواییم که در خدمتشون باشه و همکاران خوب ما در برنامه ایران برزیل سه. آه دیگه واقعا وقت نداریم بیادیم نشون بردار دیگه داداش. آقای اینجوری خوبه خوبه. خب بله عدد شماره 5. خب حالا از پژمان نوری خواهش می‌کنم که تشریف بیارن و قرعه خودشون رو امتحان کنن. چقدر قشنگ بدنه دوستان این همه نگاه کردن. کلی چند؟ 18. خیلی ممنون. بفهمید پسر آقای نوری از جامعه بزنه و در نهایت آقای امیرحسین فشنگچی عزیز در اومد. 18 آقای 18 شماره خودشونه. بله خب کلا شما هم نه دیگه 23 تو پرسپولیس هم شما 18 می‌پوشید. نه نه نداریم 23. ولی چند یه در بعد رو نگاه هم نکن و اول نیت کن. بازی شروع شد ها آقا. خواهش میکنم پیشتری نکنید. شماره 7. خب خیلی ممنون که هنوزم بیننده ایران برزیل هستید. ما نتایج قرعه کشی رو باید اعلام کنیم که دوستان قرعه‌شون به نام چه تیم‌های افتاد. از حنیف عمرانزاده شروع میکنم که تیم ملی آمریکا باید در رقابت‌ها شرکت بکنه. از آقای پژمان روزی با تیم ملی اکوادور که خیلی تیم قدرتمندی از لحاظ بدنی هم
ایشون با این تیم بازی خواهند کرد، مثلا به فشنگچی با تیم ملی روسیه احتمالاً در این مسابقات شرکت خواهند کرد اگه مشکل پیش نیاد، و بهرنگ عزیز که گیلاس هم خیلی دوست داره با تیم خیلی دوست داره سوئد و زالاتان آبرویموویچ. آقا ما ایتالیایی هستیم ولی حالا سوئد برنده. ما محسن افشانی خیلی با ایتالیا بد بازی کرد، امیدوارم که به سزای اعمالش برسه. اولین بازی محسن دو تیم برنده رو خراب می‌کنه. درسته. در بازی دو تیم روسیه و سوئد یک بازی بسیار مهیج و دیدنی در جام جهانی 2014 رو با هم خواهیم دید. من از رقیبای این گروه هم خواهش میکنم که با ما باشن این بازی رو با هم ببینیم و کم کم به سراغ بازی بریم. من یه استراحت کوتاهی میکنم و میرم و برای گزارش حاضر خواهم شد. مرسی. اینم اگه اینجا برداری چون نمیتونم گل بزنم. مرسی. کمک داور هم مثل آقای فغانی هستن. آقای چهارم الان باید دروازه بان روسیه داره شکل میگیره. شیروکوف باید بدونه هموطنان ایرانیمون که به همه استادیوم‌ها سر زدن توی این بازی ها. تک به تک با دروازه بان و ایساکسون اکسولم فوق واکنش از ایساکسون علی فرمزه بدون بلیط هم اومده توی استادیوم نشسته، واقعا کار زشتی انجام داد. فرستاده آشنا بودم فیزونی دلم نمیاد خدا شده دلم نمیاد. نوری قبول دارید ما گروه سرسختی بازی داری؟ من اصلا بازی نکردم. فوتبال چی؟ آخرین باری که بازی کردی دیگه قطعا. خاطره بگم هم لابلا یه بین مریض یه دونه خاطره بگم. مسابقات تیم فوتبال هنرمندان بود توی مسکو. مورد داشتیم یکی از بازیکنهای تیم فوتبال هنرمندان آخر بازی از پیران عوض میکنن. کمربند ورنیشو داده فندک گرفته. دیگه حالا پیدا کنید. چقدر جالب اون هنرمند یه جوری هم دجار ما. وای 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 روسیه که تو بازی کنه سوئد دیگه خاطره تعریف نکنه. مگه تو بودی؟ مگه تو بودی؟ مگه تو بودی؟ مگه تو بودی؟ وای خب نیمه اول بهش رو در میره سوزه پایان نیمه اول واقعا بود نفس گیری هم بود پیرم برزیل رو گرفت. آقا کنفیسیوس میدونین چی میگه؟ میگه فوتبال خیلی بیرحمه. فیزونی کنفیسیوس؟ میگم به یعنی همه که میخواد گل بزنه. دیشب به میلاد میداودی میگفتم، گفتم کلن از ده تا چند تا خدایی تو آفسایدی. نه میلاد کمتر آرش و برانی کلن تو آفساید بایی میسه و بیرون. آرش کچ که میشه خطرناک چی میشه؟ کچ گردنش کچ میشه خطرناک میشه. زمانی که کچ میشه یا خطرناک میشه یا خسته میشه، این دو حالتو داره. لارسون موقعی برای بازیکن سوئد داره شکل میگیره. ابراهیموویچ رو ببین چقدر خوشگله این بازیکن. این همون پول داره؟ خیلی دوست دارم. بله آیه ابراهیموویچ خیلی پول داره. نه ابراهیموویچ کجاش خوشگله؟ عباس معصومیه. موقعیت آشنایی هم نداریم برای بازی اکوادور و امریکا. فرصت برای همه کار. باری کلا کفه دار. روی دروازه موقعیت برای بازی کنن روسیه تا کمونو به خودشون گل بزنن. مسعود پایان بازی. آیه فغانی چش میدوه وسط زمین بیاد و خودشون بده. اگه موافق باشین کم کم آماده بشین برای بازی حساس تیم‌های امریکا و اکوادور. آب میشه به ما بدین بزنم. بازی که واقعا جدال بین یک فوق ستاره و یک واقعا بازیکن خوبه فوتبال کشمن دو تا بازیکن خوبه فوتبال پژمان نوری که واقعا همه حرفاشو میخواد تو زمین فوتبال بزنه. هیچ صحبت دیگه نداره با دوستانم. این بازی اگه بیارید ممنون میشم. چون نمیزنه. خیلی ممنون. ما اینجا خیلی امکانات داشتیم. محسن افشانی درو کردن همه چیز رو. فیلمش هم هست. مونده. خواهیم دید. موسر رو کرد دیگه. بله الان متأسفانه در بیمارستان ساو پائولو برزیل. پژمان بده راسته. تو میخوای کلا محروم شه برای بازی بعد خودت؟ بازی شروع کن دیگه. بازی شروع میشه. آ شروع میشه. با زبدش ما حواسم. شرعی لباس. پژمان برو. آقا نمیذاره. با بازی آقا میشه از رسمان بازی دو تا توپ تو دست میخواد تک بزنی اکوادور واقعا مثل استقلال اون بالا آورد انگار اول بازی مثل بازی استقلال داره شروع میشه. امی برو دیگه برو دیگه نه بله آقای قهرنویی هم به جمع اضافه شدن. امی منا آقای تیم خسته دست امریکا نبود؟ عمران داده چرا دفاع نمی کنی بگر منا بابا یا قهرنویی عزیزم بذم با این حرکت این سو آقا این مدل من هیچ چیز نمیدونم. شما قبلا میخواد توی مکان اردوی تیم ملی فوتبال و باشگاه چیکار میکنی تو هتل؟ وا بیا تو میرا بیا اینجا بس دل لپ کرد
خوبه خوبه علی میخوای بندازم از کمنا یا بیا بخوام کمنا نه دو شوکه گلو 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 آفه اجبار نوری مشخص کرد خب باید کماکار هست برای بازیکنان دو تیم بازی کلا یک طرفه قراره دنبال بشه حریف هم راضی میخوایم که حواسش رو لطفا پرت کنه و خیلی قوی بازی نکنه با اکوادور فکر میکنم که دوستانمون در اتاق فرما با ما اینجا بگیر ازش حسن بیا اینجا بگیر کات تو کات باش خب الان بازی کنه اکوادور هیچ اکوادور هیچ حرفی برای گفتن نداره من نمیدونم پاس تو هم آماش آری کرد دوستان اعلام میکنن پاش تو هم داداشمون اعتیاد داره پاس تو هم برو برو حریف همون آزاده چیزو نزدم خیلی این ترشه شیرین بده اینجا هر تیم یه سیب داره داداش خیلی ترشه حریف همون آزاده برای بازیکنان امریکا زوسی دمیرسکی دیگه از محسن احسان جدا کرد موقعی برای بازیکنان ماش پیشون اکبادور نوری اکبادور عالی شر بابا مواجه باش بشر ماشاءالله واقعا تو بعید بود این ضربه اونم با پای راست خودش باطبه واقعا روش سگا مونده واقعا ضربه بابا این امریکا خیلی خوبه برو روی زمین واقعا مانند واقعا مثلا بهش من نوری ضربه زد آقا میشه امریکا راست کنه طراحی شده بشه کورنر برای بازی پشمان زده پشمان پشمان بس نیمه اول به اسباب رسید نیمه اول به اسباب رسید و استعداد کوتاهی بکنید آقا تفاضل گل فکر کنم تو گروه ما حرف اول بود کلا حرف دوم هم بزنه دو تا آقا آقا وجدان نمیشه گل عوض کنم بیاین بعد چی اصلا به عزیزمون پشمان نوری یه مقداری هم حالت ها شبیه همون بازی که آقای یکی از خوانندگانه خوبه این اول استفاده کشور ما شده که میگه پنجره لای داشت کردیم آی پری باخ آری باخ واقعا بریاد یکی از خوانندگان میدازه آیه آی پری باخ آقا هفته شما نمک نریم با خونی فشامون دروازه‌بان تیم ملی امریکا شبیه صاحب خونه ما میمونه اینجا حریف هم داده میتونه پاس تو در بده حرکت نکرد چرا حرکت نمی کنه آقا برو برو کجا بره بابا برکت برو رویان بازی تا بکن توی قائم شهر امرا ماشاءالله ماشاءالله خیلی خوبه امریکا مقابله اون دستمال کاغذی برای دستمال بی زحمت به من بده دوستارمون در دست در نکنه هم به موز برزیلی که واقعا این موز ها رو الان استفاده میکنیم شما بعد دربی آقا دارم اون موز سیدم بخورم اون توش چیزی نمیکنه آقا موز با بوز نمیخوری آقا بزن سری بازی کنیم نه این به اون شکل باخت بگیرم آره نه این الان مثلا دست ترکیبم نمیزنه خب آقا این خیلی خوشمزه بره بره شب برای جون مادر آمریکا برتلی برتلی سات روی دروازه مخبر بازیکن آمریکا واقعا خواهش میکنم که در پوست خودتون نگذید ایشون از اتوبوس کدوم تیم جامونده اینجاست رسالت خاوران جدی میگی؟ معلم بازگار امریکا جورس تکمیل بود در بود یه بشین تو ماشاءالله برو برو سنگیری برو برو پاک بگم خوب بود میزنه امیر حسین میزنه امیر حسین فشنگچی هم اگه اینجوری گل بزنه ما خوشحال خواهیم کرد خوبه ماشاءالله برو ضربه اول هنیف هنیف برو جلو شیر پسر شیر پسر شیر پسر هنیف برو جلو دیگه گنگ نگذاره مریا ایوانس یه تکل خشن برو اکیبال اونجا بله اوه 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 سر تو برای کلا حنیف آقا زاده ببرش همون اولی رو ببرش آقا تایمی که اعلام کنه تایم بالا جده دیگه تایم باخت مگه کشتی ها آقا اعتراض نباشه اعتراض نباشه داور ویدیو چه داور داور داور
ماشاءالله خشن بازیکن روسیه موقع بازیکن روسیه هست کم و کار سمت راست سانس ماشاءالله بازیکن تو برو در اختیار میگیره بابا 42 دقیقه فقط وقت اضافه در دقیقه در نیم اول به اتمام میرسه امیر حسین این نیمه نتونه گل بزنه نیمه سوم میزنه حتما دیگه نیمه دوم دیگه آره بهرنگ عزیز خداحافظ جان پیشروف و امیر حسین فشنگ شده همه قدر بزن گل باری کلا بیا اینجا باری کلا بگو همکان بارش باران ادامه ده و قسم نشده آغاز بکنم اونایی که قبلا بازی کردن دست رو خراب کردن دست کار نمیکنه دست هم داره راست موقعی بر بازگاره وای وای جانم گلکیپره تصویر رو اصلا باید ببینیم باشه بذارم که ببینی دست نمیره باشه ترکیبا ببینی آه ای هیچی نوافمه این ای بختک افتاده توی استقلال با ای قد و قوارش گاگول باز هم ادامه از پایان بازی اوخ پایان بازی واقعا تأسف برای اینکه این بازی بیرد گل اولو من زدم و گل اولو من زدم همه سه بیرد رو دارن خوبه خیلی ممنون بازی دو تیم امریکا و سوئد رو با هم در خدمتتون هستیم یکی از بچه‌ها که کلاً استعداد شیپور زدن کلاً در زمان خدمت مقدسش فکر کنم تو تشریفاته هر قسمت من کدومم شما فکر کنم مشکاس آره مشکاس مغازه بهرنگ زرد رنگ خود بهرنگ زرد رنگ من کی هستم آف چی شد جون مادمی حرکت نمیکنه آره شما دارید مغالطه میکنید مغالطه میکنید راست میده نه من نمیزدم چپ راست آقای پژمان نوری که یک بازیکن خوب بود طلا تو مشتش بود مال پژمان بود کیه بابا بیا ما داشتم با کی داره بازی می‌کنه آره چه سال هنگ بله اصلا جابجایی صورت گرفته بود ابتدای بازی و الان ما با تو حریف اومده داشت شوهد بازی می‌کرد بهرنگ با امریکا شما اینوری برو خب چند دقیقه‌ای که تو تیم سوئد بودی احساسات برام بگو از اینجا آیه عمرزاده احساسات تو برام بگی آیه حریف عمرزاده شما تو سوئد بازی کردی چه حسی داشتی من احساس کردم خیلی جاش خیلی خوبه آه شما امریکا بودید چطور؟ احساس غربت میکردم خب بله خیلی ممنون از این احساس های واقعا دست نیافتنی شما الان بعد بازی بهت میگم بازی سوئد و امریکا آه این داره بزنی بلا بلا جول مادره چی بود؟ نرو مگه آقاشون نمیبینی جلوتا تک به تک با دروازه بان فقط قد بلند کرده ای بابا ای بیوخ ای بیوخ باز گاه سوی توپو میگرم و باز هم از دست بگم موقع دور ببشید من برای چی اینو میخوری گل زدی از اون موقع که اومدی داری میخوری بابا تو سعود بکنه ما ورشکست میشیم اینجا که ای بابا خب حالا بازیه تهاجمیه بازیکن سوئد ادامه داره موقع داره شک میگیره بهرنگ باید خودش نشون بده نشون نمیده نشون داد آقا نشون داد نشون داد آقا دمزی لارسون هنریک لارسون با اون لارسون معروفی چه نسبتی نداره تیم هاوارد تقریبا نزدیک 60 سالشه و سوت پایانه بازی در اول سر کوتاهی میگوره بعد این دوم در حالت خیلی بود نظر راجع به بازی خیلی شما فرو رفتید تو بازی آقای نوری بسته است خب به نام خدا سلام مجدد به خدمت شما عزیزان نیمه دوم رو آغاز می‌کنیم و تیم هاواردی که واقعا یکی از اسطوره‌های دروازه‌بانی بعد از 5 دوره جام جهانی رو تجربه کردن باز هم در این جام حضور داره امیر فرشنگی جانم مادرم جانم تک بردلی آلتی دار بردلی فشنگ بله مثل فشنگ شیپور زده میشه و به جای که فشنگ ازش بیرون میاد بوغ شیپور فرامیاد
تیم هاوارد. حالا من نارنجک میارم. باز من تیم هاوارد رو دیدم یاد صاحبخونه‌مون افتادم که اینجا خیلی زحمت کشید از صبح تا حالا، خیلی پذیرای مهمانای عزیزی هم بودن. دقیقه 90 بازی هم هست دیگه، چیزی به سقوط سوئد باقی نمونده. آخرین موقع تا برای ابقا شدن در گروه هست. علی فامرازاده رو ببین و تمام. بنده رفتم بالا. مثلا دیگه نمیشه. سقوط کنه و آره دیگه. آره کیو بردی بشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان. آقا دیگه کم کم آماده بازی روسیه و اکوادور میشیم، که اکوادوری که واقعا خیلی لطف کرد در این جام شرکت کرد بدون هیچ خطری روی دروازه حریفان خودش. 45 چرا دروغ میگی؟ نه تو اس نه میری، مشکل نداره، فرق نداره، مشکل نداره. ما یکی دیگه بزن. از تیم اکوادور به عنوان تیم اخلاق یاد خواهیم کرد، به عنوان برنده تیم اخلاق یاد خواهیم کرد. اگر موافق باشید دیگه کم کم آماده بازی میشیم. آقا این خاطره ای نداری برای دوستان به غیر از اون داره؟ آقا پاس من بله. خیلی ممنون از دوستان که واقعا این گروه رو گروه با نمک جام. شما میدونید که به سمند چی میگن؟ سمند خودروی ملی شاید چی میگن؟ شما میدونید چرا هویج نارنجیه؟ نه واقعا فقط داره که هلند خوب داره نتیجه میگه. نه چون بهش میاد. آفرین آفرین. خیلی ممنون. حالا میدونید چرا زیاد نه چرا؟ چون نارنجی بهش نمیاد. واقعا امیدوارم که اینا پخش بشه. اگه پخش هم شد لطفا بینندگان ما بخندن. آقا ماشین شما الان چیه ببخشید؟ کلاسی. من فکر نکنم به اونجا هم برسید که می‌خواستید بریم. بله بنده فکر کنم امشب بعد. خیلی ممنون از دو تمام دوستان. خیلی ممنون عوض کنم. آره سر کلا. چون خیلی هم که پوزیشن تکرار شد. کمر درد گرفت. آره دیگه اونجا بیسمیه که نمی‌خواد. نه بذار زمین. خیلی ممنون بازی. تو یو کومبا. آندرسون برای یعنی چونه؟ علنا داره میزنه. نه 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 نه. ما نه داور داره میبینه آقا. چی میزنه؟ حمید شو. خواهش می‌کنم که از معمول دخانی‌ها استفاده نکنن که هر چی می‌زنن. من تشکر می‌کنم از تمام دوستان که سیب رو برای ما ارسال کردن به 2390. خوبه. من یک ضربه دیدنی به صورت تماشاگر نما داریم اینجا تو زمین. فقط خیلی ضربه خوب بود توپ دیگه. ارسال شده. نه نه تو صورت نزن. خوب بخش این دماغش تو تماشا کرده بودم. نه نه خواهش می‌کنم موقع برای باز کنه. ما نمیدونم این همه ما داریم وقتش رو تلف میکنیم، همش تو زمین شماست. چرا های نوری عزیز بشمان دایره بزن، دایره بزن، دایره بزن. فقط برای بازیکنان روسیه در کمال نام آوری این موقع که از بین میره. بخور جون بگیرید، بخور جون بگیرید. سیستم کدوم مربی بود بزن زیره؟ سیستم ببخشید آقای که غلام پیروانی. خوبه بله شما ایمان داشته باش آقا نوری خوب فوتبال میکنه، دشش در نکنه. میگم چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان غم مخور. خب مگه مجبور بودی دعوت به چهار پذیرفتی اگه فوتبال باز نکردی یه بار؟ باش باش بده بیم بخواه بیم بری 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 بده بغلی بده بغلی همه انتقادات داره خوب باشه بایی که وای میرفتش دیگه باید بیاد جلو پشمان نوری میخورم چیه میخورم آقا مقدر فعلا دور میشه دروازه اکوادور. اکوادور الان آقا علی به حال پایان بکی کنه شو آقا بدین سکه این آقا رو بدین بره. خوبه خوبه استرسی که ما سر این داریم سر دلی نداریم. خب آقا دیگه از پژمان نوری داریم غافل میشیم. زبه سر اول بود من حواس حواسم نبود موز بدم بازیکنای روسیه حواسم نبود موز بدم بزنید آقا خب بله به هر حال گل خورد و واقعا دیگه برای اکوادوری ها باید متاسف باشید. گل خورد خیلی کار من گل خورده اصلا آقا شما چند تا موز خورده داشتی؟ شما تو موز زیاد خوردی؟ سه تا موز خورده داشت. سه تا موز خورده داره بنده چه برد چه باخت سود کردم. موز خورده ها زیاده آقا جون. پژمان نره این بری، پژمان نره این بری. اگر اجازه بدین من دیگه نره این بری. خب بعد تو بده بخوریه شر جان داری میزنی گل به خودی؟ خب بزن اون بری. آره گل دوم هم خورد و
این شکل حنیف امامزاده حج خواهد شد. حنیف امامزاده حج شب تاره بیقراره چاره نداره. من واقعا این بازی غیر پاک رو گزارش نمیکنم. شما عزیزان خداحافظی میکنم دیگه، من رو در این قسمت نخواهید دید. امیدواریم که پژمان رو در تمام مراحل زندگیش همچنین بهرنگ دوست داشتنی موفق و پیروز باشم. من الان میرم دیگه. نه من این قسمت رو خودم بسپارم به شما. من یک کاری دارم. من گول سوم، گول سوم. من باید برم. اگر این گول آیه بهرنگ خواهش میکنم. من ارتباطمون برقرار نیست با دوستان خوبمون در پخش و اجازه بدید قانع نشم. آقا من واقعا خدافظی میکنم، باید برم خونه. چه نه بچه ها بشین بابا بشین. من هست شدم بازی انستام شده. تو لیت حسین. بله با اعتذار. تو رو سر گلبندک می‌بینم دیگه. سود پیروزمندانه. تبریک میگم بهتون. میریم بالا. بله خب خیلی ممنون سپاسگزارم. خسته نباشید. ما با شما خدمتتون خواهیم بود. ما رو دنبال کنید اگر دوستان اجازه بدن. تا بعد. خیلی ممنون سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه برنامه ایران برزیل هستید. دیدار دو تیم اکواتور و پژمان. تو زردی دیگه، ما با کی اومدیم دو تیم؟ سوئد در خدمتتون خواهیم بود. هر دو تیم لباسای دوم خودشون رو پوشیدن. یه مقداری هم گونگ از پژمان نوری دوباره داداش برای هوادارا داره بازی میکنه. ازش ممنونیم. بذاریم اینوری برگرده. یکی هم من فکر کنم یکی هم روی دروازه ضربه خطرناک یا بهرنگه علوی اومد برای بازیکن علوی عمر میمونه کجا داره جاری میشه جا هم دیگه میزنه آبی که خودش سنگ عمران زاده شما دقیقاً کجای شمال هستید؟ بنده نور چمستان. نور چمستان علی صد رویان اون برا دیگه. بله بله ورشه آی خاطره میتونه بنز این قبل از اینکه حملات دیگه رو ما ببینیم خاطرات رو برای بیان بله. ما تعریف کنیم. ما توی پمپ بنزین رویان بودیم. توی پمپ بنزین رویان بودن دو تا جوون اومدن با یه بنز. آخ آخ آخ. بعد این مامور پمپ بنزین اومد گفتش که پورشه. یکسر به دیدنی قبل از اینکه بگه پورشه. مامور پمپ بنزین اومد گفت پورشه. خندیدن گفتن نه. گفتن نه. بنزه. بم نه باکو میگم پورشه. باکو میگم. باک آقا شما خاطره تعریف می‌کنی موقعیت خطرناک می‌سازی ها. آخ خاطرات بعدی آقای به همونجا سر چهارراه همونجا همون دقیقاً همه اتفاقات توی یه روز افتاد. سر همون چهارراه رویان. آره خب بله داور بی دلیل فساد خاطره بهرنگ سود می‌زنه. سر چهارراه بود. درسته. چراغ زرد شده بود. یه راننده پیکان اومد یهو قرمز شد و بعد دو نفر از اون روبرو اومدن زدن به هم دیگه. نسان گاوی نبوده؟ نه یه پیکان بود. پیکان چون اعتماد تو شما نسان گاوی بیشتر میزنه به آدم. چراغ زرد اومد دو تا ماشین زدن به هم. بعد اونجا مامور تو ماشین نشسته بود بلنگو رو برداشت اینجوری کرد. راننده پیکان دی چیکار کردی؟ خب باور ما این رو داری پیاده هم نشد دی چیکار کردی؟ آرامش در یه بر بشین گروه اگه حفظ بشه من بغل خودم دارم بازی می‌کنم خودش داره بابا تو منو ببری من افتخار میکنم شما ملی پوش بودی اسم ما غیرتتون نشون میده افتخار ملی هستی بچا شوت خب یک گل هوایی یعنی نیمه دوم هم دوم هم به اسم ما رسید و بابا ایران تو حسین سلیمانی فکرم داره ماشدالله برن بابا خیلی به مفید بابا جان من آب داشتم میخورم خواستم اشتراحت کنم
خوب بود خدا یک کار بزن خورده؟ آقر دایره زدم بجه مرمون نه من نزدم من برای که تحقیق نکنم رفتم قدم زدم با تو خوش کنیم واقعا بهرنگ بعید از بهرنگ گل بزنه بجمان داداش میخوای ست اخراجی بدی بازی تموم شه؟ فقط من اینو توضیح بدم بچه ها در فاره فصل آینده فوتبال لیگ برتر اون از شما با استقلال تمدید کردید؟ داداش اون صحبتی که شما کردید من فکر کنم دو سال دیگه معروف سود پایان بازی به ماشاءالله به سود کردن تیم ملی سوئد فکر کنم داریم آیا نه برنگ چرا میکنی؟ از نو از کلا بسید داشتم دست صورت همون میشستم خوش کلا داره دارم با دست صورتتون بشوری الان برابه زنده داریم باید بریم در اوتو با اینو باید به یارو کنی به قوله بازی کردن رو کلا نتیجه شما در جام ایران برزگیرت اینجا با دیم مفصلی از جام از برنگ عربی عزیز خواهش بکنم بشینید و مخلصیم در اوتو با گروه ایران برزگیرت برای هم توضیح بگه بیشتر بخش رو شما هم گزارش کردیم خواهش بکنم من لذت برن از خواهش بکنم تفسیر های شما و در اوتو با بازی خوده در مقابل تیم هایی که بازی داشت اکوادور امریکا و روسیه والا کلا اون بخشی که خودت بودی طنزت و چیزی که مردم واقعا دوست دارن خیلی لذت بخش بود من خودم واقعا کیف میکنم کاراتو میبینم دمت هم گرم دوست خیلی صمیمی منم هست و در رابطه با پایان این تورنمنت همیشه همراه ما خواهد بود با لطفی که داره قطعا مخلصی ازش استفاده خواهیم کرد بله سامان دوست قدیمی منه واقعا هم بچه هنرمندیه دمش هم گرم خیلی ممنون فقط اینکه همگوریاتش رو دیدین تبانی که صورت گرفت والا اجبار که کاپیتان گل نخواد تو می اومدی بالا اصلا خیلی رفت واقعیتش من که اصلا خیلی پلی استیشن باز نیستم من توی بازی قارچخور و هواپیمای آتاری مدعیم همچنان قارچخور من اون شخص دومیه رو بیزم سبزه آه من قارچخور رو خیلی دوست داشتم مخصم که اون بند خود اون خانمی که اونجا گیر کرده بود بازی آزاد میکرد بله بیشتر ما دنبال چیزش بودیم کار خیرش خیلی خاطرات خوبی تعریف کردیم واقعا خاطرات خوبی بودیم جام جهانی به دست آره. میکنم در افتتاحیه بندی رحیم شهریاری ولی عدد ممنونی که بابا بودی و ادامه من فقط تنها خوشحالی اینه که بدون باخت هست شدم خیلی خوب بچه‌ها هم خوب فوتبالی هم بچه‌ها همشون حالا هم پرسپولیسی و استقلالی همشون ملی پوشن ما افتخار کردیم کنارشون بودیم ما تو اتمام این جام داریم اگر... برای ما باعث افتخاره که به حال توی این فضای فان یه سهم کوچیک خیلی ممنون از بهرنگ علوی عزیز دوست همیشگی ما خیلی مبروک اومدی خیلی مخلصم سوا جون خودو بشوی حالا نوبت بازی خودت میشه امیدوارم که بتونیم ما جبران کنیم قربونت بشم مخلصیم یکی از اون اتفاقای جالب که تو گروه ما افتاد بازی بین من و پژمان و نوری آقا پژمان نوری هم پرسپولیسی بوده هم استقلالی بوده هم ملی پوش بوده کلی هم برای این فوتبال زحمت کشیده ما بازی کردیم از یه جایی به بعد رفیقاش براش کری خوندن که پژمان تو زنگ تفریح شدی بنده خدا پژمان هم همینجور مونده بود خیلی هم بچه خوبیه خداییش حنیف و امیرحسین خیلی عزتش کردن ما یه خواهش کردیم گفتیم آقا بازی ما با جناب آقای نوری که یه عمری برای فوتبال این مملکت زحمت کشیده رو نشون ندیم ما قبولشون داریم ندید قبول داریم هرچند که اگر ایتالیا رو به من میدادن بهتون میگفتم حقمون نمیدونم چی شد دونونه خورده شد به هر حال بگذاریم فرصت هست برای آقا دومی سف سفر آرش ضد فوتبال رو داشتیم با هم یه ذره از دوران اوجش بدوره خیلی هم عالی دقیقه 82 بازیه دقیقه 82 اما ها من چرا میگم کارشو برای انجام همینه کرد یه دونه ولی من یه بار 90 نگاه میکردم مردم از خنده به قرآن کارشناسا آورده بودن گفتن که ببخشید این هند بود تو جریمه خورده بود تو به دستش و اگه خورده باشه به دستش بله هنده کارش ایران یه دونه علی دایی هم معروف شد که بالاخره این همه زحمت کشید واسه فوتبال ایران یکی استاد اسدی که اونم خداییش زحمت کشید واسه تکش میره یا سیاوک چهر بد بدنه آره آقای داور خطا خطا ما از شهرستان اومدیم اینجا پیشرفت کنیم چرا؟ بلداجی بردی چرا؟ بازی ها رو بمید زمستونی تماشاگر اینجوری والا بچه نشسته
یه چیزی رو ازت بپرسم صادقانه جواب میدی؟ بله. تو هم یکی از اون 11 تایی؟ بله. میگیرم فرصت داره باز کنیم بله فرانسه رو توی دروازه. گل رو میزنه تیم ملی فرانسه. این که گل رو بزنه ما میبازیمه. بیشتر از یه دونه نخور داره. آقا جونه. ای بابا. یاد ایران تو برزی دوستتون دارم بزن دیگه خب تو رو نمیزنی آیه سپن با آر چرا نمیده آر بخوره دوست داره خب دکمه دایره رو برو برو بکم برو اونجا حالا برو هول میده داره هول میده کلاش رو بگی بابا همه رو زدی بزن دیدی چی کار کردی برو تو مقداره میتونه توپ بگیره تو خدا توپ بگیره یه خبر خوشحال کننده هم بدم اونم این که کارتای بنزینتون در واقع شارژ شد از الان از امشب محفلای فوتبال دنیا تو زوریخ داداش من 10 تا از این محفلا رو رفتم با آقای بکن بایر برشاره 10 بال تو بلژیک رفتم با آقای رحیم شهریاری که کلا شهر بلژیکی ها هست قبول نمیت بله خواهش می‌کنم شما خواهش می‌کنم که اونجا منتظر بمونید تا یک کم برای بازی اول آماده بشه بازی در محله سراسیا برگزار میشه و دوستان آجر کاشتم خیلی قشنگ داره دنبال میشه این بازی کوچلرم سوسن بیشم کوچلرم سوسن بیشم یار گلندم تاز olmasın یار گلندم تاز olmasın یا الا جلسی قبل از سخن گفتن از رای بشری واقعا مشخص بود چرا فوتبال بلد نبودید هم شما هم آقای معینی بخواد اینکه هر کسی رو بهر کاری ساختن بله واقعا تشکر میکنیم واقعا سرود ملی بلژیک بهترین سرود ملی خواهد شد اجازه بدید قانع نشیم از شما بازم در خدمت خواهیم بود کات و تو رو خدا بریم نهار بخوریم ساعت 5 بعد از ظهر